صبح بخیر بیننده ارجمند عبدالله اشرف هستم در خدمت شما امیدوارم روزی نخستین استراحتی هفته را با طبی خوش و بولیده آغاز کرده نویدی بامدادی آزادی را تا چند دقیقه بعدی تقدیم شما میکنم امروز شنبه 13 اکتبر است اگر امروز نیت دارید بازار روید و خریداری کنید و یا در فکر سیر و تماشا هستید شاید چندان روزی مساعد نباشد چون بنابرای تلوی آجانسی باد و هواسنجی боду ҳавои душанбе имрӯз 19 дараҷа гарм шуда боридани борон дар назар аст яъне гирифтани чатрро фаромӯш накунед ҳавои прага баръакс бе бориш пешбинӣ мешавад ва дар давоми рӯз то 21 дараҷа гарм хоҳад шуд نخوس شروع کنیم از هشدار به گروه گروها در ولایت مختار بدخشان ستادی بین اداری نهادهای قدرتی در ولایت مختار کوستان بدخشان میگوید که تا هنوز در دست اشخاص جنایت پیشه و ساکنان الهیده شماره زیادی سلاح آتش فشان و لوازیمات جنگی نگاه داشته میشد که این عاقبت ناگوار دارد هشدار سخت مقامات چند ساعت پس از آن نشر میشد که برخی نمایندگان مخالفین در خارج کشور از омодагии мақомоти қудратӣ барои гузаронидани амалиёти низомӣ дар бадахшон навиштанд ситоди байниидоравии ниҳодҳои қудрати қотеона талаб кардааст ки то чор рӯзи дигар тамоми силоҳу аслиҳа супорида шавад мақомоти қудратӣ ваъда доданд ки то ба охир насупоридани силоҳу лавозимоти ҷангӣ нисбати онҳое ки дар даст силоҳ доранд чораҳои бетаъхир میاندیشند مقامات ولایت بدخشان و به خصوص شهر خاروق تا حال در این زمینه اظهار نظر نکردند اما مقامات قدرتی در اظهارات خود نیز دقیقا نگفتند که منظورشان از گروه های متشکل جنایی چی کسانه هستند هرچند انگشت اشارت به سوی پیشوهای غیر رسمی و اشخاصی تاثیرگذار در بین جوانان میرود، رود ولی بله بعضی این اشخاص این اتهام را رد میکنند طالب ایام از سابق فرماندهان سهروی در بدخشان میگوید این شب و روز در شهر خاروق شماره دیدبانگاه ها بیشتر شده است ایام در پاسخ به سوال که آیا خود او سلاح هایش را سپاری دست یا نه گفت هنوز سال 2012 مهمات جنگی خود را به مقامات سپرده بود و حالا سلاح ندارد у гуфт воқеан мошинҳои сиёҳшиша дар шаҳри хоруғ вуҷуд доштанд аммо таи чанд ҳафтаи гузашта ҳамаи мошинҳои сиёҳшишаи ғайриқонунӣ бартараф карда шуданд варӯорем ба хабари дигар бинандаи арҷманд дар тоҷикистон ҷаласаи раисони ҳукуматҳои кишварҳои узви созмони ҳамкориои шанхай баргузор шуд дар ин ҳамоиш 12 санад вобаста ба ҳамкориҳои кишварҳои узв ба имзо расонида шуд ҳарчанд афғонистон узви ин созмон нест аммо ба ҳайси кишвари нозир дар ин ҳамоиш ширкат дошт افغانستان را عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومتی وحدت ملی افغانستان نمایندگی کرد در حاشیه این سفر عبدالله عبدالله با خبرنگاران تاجک هم دیدار و ملاقات داشت همکارمان میرزا خالقزاد خالق زاد از دکتر عبدالله درباره تهدیدی گروه های تروریستی مستقر در افغانستان به نظم و ثبات کشورهای آسیایی مرکزی سوال کرد تروریسم هم یک پدیده مربوط به کشور نیست در کشوری که شما هستید. متاسفانه ترورست هایی هستند که در پرلوی طالب ها با ما در جنگ هستند یعنی ایره باید تمامی کشورهای دوست خصوصا کشورهای همسایه در کنند که جنگی که ترورست ها قرار است با اونا داشته باشند ما میکنیم یعنی تنها طالب نیست میدانه ترورست هایی از سراسر سرا, سرا میانه در جنگ با طالب ها ما هستند یک نقطه اونا هم میدانند که از طریق جنگ برنده نیستن. پس بهتره میخواد بود که وارد مذاکره شود بعد از اینکه بر علاوه باز گروه دولت اسلامی به افغانستان راه یافت اینا که در عراق سوریه می چگونه اینا راه یافتن به افغانستان نامنی که طالب ها ایجاد کردن یه ای فرصت شد که اینا هم زمینه و جای پیدا کنند شاید وجود دارد <تصفح> که یک گل مراد حلیم و وزیر جنگ دایش در افغانستان قرار دارد <تصفح> از در این مشخص چیز گفته نمی‌تونم یعنی معلومات دقیق ندارم بینندگان عزیز این گزارش رو در شکل کامل در وبسایت رادیو آزادی CW نقطه آزادی نقطه ORG می توانید تماشا کنید و هم بخوانید حالا رو اوریم به بلاروس حامیان حقوق میگویند در صورت استرداد فوتبال بازی تاجیک پرویز تورسونوف از بلاروس به تاجیکستان با او شکنجه و بدرفتاری تهدید کند. سازمانی Human Rights واچ انجمن مهاجران آسیای مرکزی و کمیته نروژی هلسینکی روز 11 اکتبر با حمایت از تورسونوف اظهارات پخش کردند онҳо аз мақомоти беларус даъват карданд ки дар ҳеҷ сурат парвиз турсуновро ба тоҷикистон истирдод ва ё ихроҷ накунанд мақомоти интизомии беларус ҳанӯз рӯзи 28 сентябр эътироф карданд ки парвиз турсунов шаҳрванди 4сесолаи тоҷикистонро дар фурудгоҳи ин кишвар боздошт кардаанд турсунов бозигари пешини дастаи футболи хайри шаҳри ваҳдат рӯзи 18 сентябри имсол дар фурудгоҳи шаҳри минск боздошт шуд дмитрий брилёв намояндаи расмии додситонии кули беларус гуфт турсунов дар боздоштгоҳи рақами яки шаҳри минск нигоҳдорӣ мешавад ва дар ростои истирдод ба ватан аст قبلا مقامات انتظامی تاجکستان گفته بودند که با استرداد پرویز تورسونوف فوتبال سابق تیم خیر شهر وحدت آمادگی میگیرند مقامات میگویند علیه پرویز تورسونوف ماه فوریه امسال بر اساس ماده 307 کدکس جنایی یعنی دعوت عمومی برای به عمل آوردن فعالیت اکستریمیستی پرونده باز شده است турсунов ҳафт сол пеш барои риши дарозаш аз ҳайати тими футболи хайри ваҳдат берун андохта шуд ва тавре хонаводааш мегӯяд ҳафт соли ахир дар шаҳрҳои дубай ва ҷумҳурии туркия зиндагӣ мекард ин хонаводаи иборат аз зану шавҳар ва чаҳор кӯдак озими аврупо буданд вале мақомоти беларус турсуновро боздошт ва зану кӯдакашро ба украина фиристоданд ва бинандаи арҷманд акнун чанд сухан дар бораи ҳимоят аз ҳайвонҳои ваҳшӣ хоҳем гуфт созмони ҳомии ҳайвоноти ваҳшӣ аз иттиҳоди аврупо дархост кардааст ки тиҷорати бабрҳоро комилан манъ кунад ҳоло дар иттиҳоди аврупо харидуфурӯши бабрҳои ваҳшӣ манъ мебошад вале парвариш ва фурӯши бабрҳои парваришшуда озод аст дар ҷараёни як амалиёти полиси ҷумҳурии чех ҷасади бабр ва коллексияи ташвишовари аъзои бадан ва устухони ин ҳайвони нодир кашф шуд тобистони имсол ин гуна амалиёт чанд дафъа доир шуда ва аз он шаҳодат медиҳад ки дар иттиҳоди аврупо тақозо ба бабр зиёд аст سازمانی حامی حیوانات وحشی با نام فارپاس تاکید میکند که در بین سالهای 1999 تا 2016 تنها در خاک ایتیاد اروپا بیش از 8000 اعضای بدنی بابر که با راه غیر قانونی دسترس شده است مصادره گردید به قول خادمان سازمانی یاد شده در همین دوره بیش از 1400 بابر رسما از ایتیاد اروپا به گوشه های مختلف عالم صادر شدند سازمان خاطر نشان میکند که قانونگذاری ایتیاد اروپا صادرات حیوانات وحشی را من میکند اما اگر حیوانی وحشی در پرورشگاه به وای رسیده باشد تجارت و صادرات آن هیچ محدودیت ندارد خدمات گمرک جمهوری چک میگد بعض جماعه های اروپا اعضای بدنی ببر را در تولید به اصطلاح شراب ببری استفاده برده بر این نظران که آن به بیماری های زیاد دوا است به افسران چخ یک شیشه چنین شراب در بازار سیاه تا 2000 دو دلار نرخ دارد بعد از این عملیات چخیا صادرات ببرهای پروری شده را هم من کرد روزی چهارشنبه در بریتانیا کنفرانس بخشیده به مبارزه با تجارتی حیوانهای وحشی آغاز یافت در این نشست شاهزاده بریتانیا ویلیام گفت که تجارتی حیوانهای وحشی به مانند ببر حاکمیت قانون و سرشماری یکی از نادرترین حیوانات روی عالم را از بین میبرد. бинандаи арҷманд барномаи навиди бомдодиро бо хабаре аз вилояти суғди тоҷикистон идома медиҳем додгоҳи вилояти суғд бо нахустин ҳукми сафед дар соли ҷорӣ сокинеро ки барои қаллобӣ айбдор мешуд бегуноҳ дониста раҳо кардааст додгоҳи вилояти суғд восит лақимов соҳибкори маҳаллиро сафед кард восит лақимовро як шараки тиҷоратиаш ҳайдарбек аминҷонов ба бознагардонидани беш аз 5 ҳазор доллари амрикои عیب دار میکرد او دعوا کرده است که لقیموف از او به این نرخ سال 2012 13 تونه روغن رستنی گرفت ولی پولش را باز نگرداند ولی دادگاه زمینی تفتیشی پرونده معلوم کرده است که واسط لقیموف مهمه همین سال به امینجان 20000 20 هزار سامانی همچنین یک ماشین کم از خود را که 50000 هزار سامانی ارزش دارد داده است و قسمی بیشتری قرضش را علاقه پرداخت کرده است бо ҳукми сафед озод кардани айбдоршавандагон дар додгоҳои тоҷикистон хеле кам иттифоқ меафтад бинандаи арҷманд инҷо расидем ба поёни навиди бомдодии радиои озодӣ барномаҳои наву тозаи мо дар пешанд бо мо бошед